نام حجت الاسلام و المسلمین، حجای بختیاری، زید عزه العالی. شایسته بود که هم نماز اقامه کند و هم منبر را خاتمه دهد، ولی ایشان لطف و بزرگواری فرمودند و میزبان عزیز و گرامی ما هم دستور فرمودند که دقایق مزاحم باشم. زیاد وقت شما را نمی خواهم ضایع کنم، فقط چند دقیقه که بتوانم حق میزبان و شما مهمانان را یکی از هزار و اندک از بسیار ادا نمایم. مشرف شدن در بیت الله حرام و انجام مناسک حج توفیق بس بزرگ است که نصیب هر کسی نمی شود، و همچنان تشرف در حرمین شریفین و تشرف در بین الحرمین و عتبات عالیات توفیق ویژه می خواهد که همه آرزوی آن را دارد که روز خود را در بین الحرمین و عتبات عالیات مشاهده کند و روحش را از آلودگی ها پاک کند و معطر به عطر حضرات معصومین علیهم صلوات الله و همچنان عطر مکه مکرمه و مدینه منوره نماید. بیبی من زهرا سلام الله علیها در خطبه معروفی که در مسجد پیغمبر ایراد فرموده است، ابتدای این خطبه بیان احکام الهی است و بیان فلسفه احکام و شریعت. بیبی سلام الله علیها بسیار فقیهانه و عالمانه فلسفه احکام را بیان فرموده که انسان متعجب میشه. یک خانومی با اون وضعیت روحی مصیبت دیده، اونم مصیبت عظمای پدر بزرگوارش و مصائب بعد از ارتحال و حضور در مسجد شریف پدر بزرگوارش در محضر مهاجر و انصار، چنان بیان فلسفه احکام کند که آدم متعجب می شود. برای هر حکمی فلسفه بیان کرده است، از جمله برای حج، فلسفه‌ای که واقعا در بیان دیگر معصومین تصریح نشده است، هرچند محتوا آمده است ولی لفظ فقط من منحصر به بیان بی بی دو عالم است. حضرت می فرماید و الحج تشییدن للدین، خداوند حج را موجب استحکام دین قرار داد. حج از نظر فاطمه زهرا سلام الله علیها موجب استحکام دین است، فلذا رفتن در حج استحکام دین شخص و تشرف میلیونی، استحکام میلیونی انسانها در قبال دین اسلام است. و حج وجوب دوگانه دارد، هر واجب یک واجب یک وجوب دارد، مگر حج دو وجوب، یک وجوب خود حج
و دوم فوریت حج. ولذا عزیزان ما که تمتع حاصل می کند باید به اسرع وقت در سال اول سعی کند به مکه مشرف شود، برای اینکه حج واجب فوری است. اگر در سالهای بعد مشرف می شود فوریت از بین میره، ولی اصل وجوب انجام میشه. حتی گفتن اگر با کاروان اول امکانش هست با همون کاروان سفر کند، اگر تأخیر میکند در کاروان دوم بدون عذر و بدون محظورات دیگر شرعی گناهکار حساب میشه. ولذا در سال اول با کاروان اول تلاش کند به حج مشرف شود. ولذا حج امر مهم است، فریضه بزرگ الهی است، و در بیان بیبی دو عالم به عنوان استحکام بخش آیین مقدس اسلام است. حج نماد وحدت و یک پارچگی مسلمانان عالم است. حج کنگره عظیمی از مسلمانان اکراف و اطناف عالم است. حج پیوند تاریخی مسلمانان هر عصر و زمانی با پایه‌گذار توحید و معمار حرم ابراهیم خلیل علی نبینا و علیه السلام است. حج اظهار علاقه شدید به اسماعیل ذبیح و مادرش هاجر است. حج تأسی به سنت ابراهیم خلیل و انبیای بعد از ایشان و مخصوصاً نبی مکرم اسلام و اوصیای آن بزرگوار است. حج معراج بندگی انسانها در عرصه سیاست و اجتماع است. حج نومید کننده کفار و منافقین و مشرکین است و امیدوار کننده مسلمانان و مؤمنین. فلذا حج رو باید مهم شمرد و از خدا آرزوی تشرف مکه مکرمه را نمود، که خداوند انشاءالله به همه مرزوق فرماید. چگونه در حج وحدت نمایش پیدا می کند و توحید ممثل و مجسم می گردد؟ مختصر تصویر کنم تا به عظمت مکه پی ببریم. شما توجه دارید که ما در اصول دین اصل اساسی توحید رو داریم. اولین اصل از اصول دین توحید است و رکن رکین اسلام. اگر معاد را هم داریم سرانجام به توحید برمی گردد، و اگر نبوت را هم داریم فاصله بین توحید و معاد است. مبدأ ما توحید، منتهای ما معاد، برگشت به همان نقطه اول، و این مسیر نبوت است و از نظر شیعه امامت و عدالت هم جزء اصول. اما از نظر اهل سنت امامت و عدالت از فروعات حساب میشن از اصول، ولی ما میگیم اصل است، فرع نیست. به هر حال در این که توحید اصل است هیچ اختلافی بین فرق اسلامی وجود ندارد. هر که خود را در جرگه مسلمین می‌بیند توحید را رکن اساسی قبول دارد و قبول می‌کند.
خداوند یکتا و یگانه است، میخواهد بندگانشون هم متحد و یک پارچه و یک رنگ باشد. اما چگونه، با چه برنامه و به چه شکل این وحدت و یک رنگی و یک پارچگی در جامعه مسلمین ایجاد شود؟ خدای متعال است که فروعاتی را فرض می کند که در قالب این فروعات این اصل اساسی تمثیل می شود و جامعه عمل می پوشد و عینیت پیدا می کند. مثلا یک فرع از فروعات نماز است. نماز توحید را تمثیل می کند. چگونه؟ اهالی یک مسجد را، اهالی یک قریه را، ساکنان یک محله را در یک شبانه روز 5 بار در صف نماز جمع می کند، پشت یک امام تکبیر می گوید، رکوع و سجده می کند و سلام می دهد. این وحدت عملی است که توحید عملی در سطح اهالی یک مسجد یا محله یا یک روستا 5 بار صورت پیدا می کند، به گونه که همه با یک ذکر و با یک ورد و با یک حرکت موزون و با یک اقتدای بسیار زیبا وحدت خودشان را تمثیل می کند. اما ما وحدت را در سطح یک ده نمی خواهیم، در سطح اهالی یک مسجد و محله نمی خواهیم. ما وحدت شهری می خواهیم. در سطح شهر هم باید مسلمانان متحد و یک پارچه باشند. اینجا به سراغ فرع دیگر میریم. فرعی است به نام نماز جمعه. در نماز جمعه نمایش مسلمانان یک شهر محقق میشه. در هفته یک روز باید یک نمایش در سطح شهر داشته باشند مسلمانان، نشان بدهند که ما یک پارچه‌ایم، متحدیم و هماهنگیم. لذا در روز جمعه تمام مساجد باید تعطیل باشد الا مصلای نماز جمعه، که در اونجا باید بروند همگی پشت یک امام به نام امام جمعه اقتدا کنند و وحدت خود را به نمایش بگذارند. نماز جمعه تمثیل می کند وحدت و هماهنگی یک شهر را. اگر 100 مسجد است، 1000 مسجد است، کم است، بیشتر است، همه را یک جا می کند. در فقه جعفری از این جهت است که فاصله شرط است. باید برگزاری نماز جمعه از یک محل تا محل دیگر فاصله شرعی باید باشد، در هر مسجد برگزار نمیشه، چون منظور حاصل نمیشه. منظور از جمعه وحدت شهر است. اگر در هر مسجد جمعه برگزار شود، اون منظور حاصل نمیشه. او که در جماعت هم هست، ولی در فقه حنفی میگن در هر مسجد هم جمعه میشه، که ما میگیم نه، فقه جعفری به حقیقت توحید نزدیکتر است تا توحید در سطح شهر تمثیل میکند. اگر جمعه در هر مسجد برگزار شود، فرقش با جماعت چیست؟ خود در هر شب و روز 5 بار ما جمع میشیم دیگه، پس جمعه مزیت دیگر برای چی دارد؟ ولی در فقه جعفر اینه که نه، ما اتحاد شبانه روزی داریم و اتحاد هفتوار، یعنی راهپیمایی و نمایش هماهنگی هفتوار در قالب نماز جمعه. خیلی خوب، ده ما متحد شد، شهر ما هم متحد شد، همه به هم متحد و یک پارچه و یک رنگ شدیم. باز هم هدف اسلام توحید جهانی است. مسلمانان در سطح جهان باید یک دست و یک پارچه باشند، متحد و یک رنگ باشند، یک صدا باشند. اینجا به سراغ فرع دیگر میریم به نام حج.
ولله حج الناس من استطاع الیه سبیلا. سال یک بار باید کل مسلمانان از هر کشوری که هستن خود را در اطراف خانه بیت الله شریف برساند و حج انجام دهد. حج تمثیل می کند اتحاد سالانه مسلمانان را. جمعه تمثیل می کند اتحاد هفتوار مسلمانان را. نماز تمثیل می کند اتحاد روزانه مسلمان را. و این حج در هیچ دینی وجود ندارد. نه مسیحیت حج دارد، نه یهودیت حج دارد، جز اسلام دین دیگری حج ندارد، ولذا اتحاد جهانی هم ندارد. واتیکان بله، یک گرد همایی جهانی در واتیکان میگیرند و پاپ اعظم سخنرانی میکند، اما اون محتوایی که در حج اسلام است اون محتوا در اون جا نیست و اون اتحاد واجب نیست. حالا مسیحی میتونه شرکت نکند، ولی این حج امر واجبی است که باید از اقصا نقاط عالم خود را برساند و با چه برنامه زیبایی. فلذا توحید جهانی در قالب حج میسر میشه. فرعی در کنار فرع در کنار فرع دیگر اصل را تمثیل میکنند و این عظمت در اسلام است. و در حج وقتی هم مشرف میشویم با هزاران نقطه اختلاف و مظاهر شرک و چندگانگی و امثال اینها، خب اونجا که خانه توحید است چطور با این همه اختلافات مسیر و اختلافات شعار و اختلافات خب چندگانگی قابل جمع است؟ باز برنامه پشت برنامه است برای یک رنگ ساختن مسلمانان، برای همصدا ساختن مسلمانان، برای وحدت دادن مسلمانان. دستور است که اطراف مکه 5 نقطه مشخص شده، ایستگاهایی است که از اون ایستگاه ها جلوتر حق رفتن نداره الا با برنامه خاص. نامش میقات است، یلملم، قرن المنازل، جحفه، مسجد شجره، ذات و عرق. در این 5 نقطه باید استاد شوی، لباس خود رو بکنی، چون لباس تشخص میاره. من افغانیم، تو ایرانی، اون عرب، اون ترک، اون دیلم، لباس ها نشان میدهد این آقا چه کار است. ولی نه، این لباس ها باید بریزد، همه یک لباس بتن کند، لباس توحید، آنم بی رنگ، بنام احرام، بی دخت و بی تشخصات، تا در دختم خب تشخصی نباشه، تا این آقا نگویه لباس من دخت فلان خیاط است، خیاط درجه یک است، لباس فلانی بد دخت است. نه، تشخص اونجا نباید باشد. دو پارچه لباس احرام بی دخت بر تن میکنی که دیگر نه افغانی، نه ترکی، نه تتاری، نه عربی، نه عجمی، حاجی هستی. توحید لباس ایجاد شد. بعد میبینیم که زبانها اختلاف داره، یکی انگلیسی سخن میگه، دیگری پشتو، دیگری فارسی، دیگری ترکی، دیگری آذری، دیگری آفریقایی. خدا میگه نه، یک زبان رسمی است و آن زبان عربی، همو زبانی که در جمعه رسمی بود، همو زبانی که در جماعت در مسجد رسمی بود، همو زبان در مکه هم رسمی است. فقط زبان وحی، زبان کتاب مسلمانان، زبان قرآن، باید همگی باید به عربی بگوید لبیک، اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. زبان متحد شد، همه با زبان وحی سخن میگن، همو زبانی که در نماز میخوانیم، در نماز که با انگلیسی نمیشه، نماز که با پشتو نمیشه، نماز که با توجه فرمودید، نماز باید با زبان وحی باشد، نماز جمعه هم باید با زبان وحی باشد، در حج هم یک زبان رسمی است. اختلاف زبان از بین رفت، اختلاف لباس از بین رفت،
اختلاف مسیر مانده، یکی از شرق رفته به سوی غرب میره، دیگری از غرب به سوی شرق، دیگری از شمال به سوی جنوب، دیگری از جنوب به سوی شمال، اصطکاک ایجاد میشه، تصادم ایجاد میشه. اصطکاک با روح حج منافات داره. حج خانه توحید است، مسیرها هم باید توحید شود. دستور میرسد همه باید حرکت دورانی کند، دور خانه خدا بگردد. در حرکت دورانی اصطکاک نیست. ما به البدایه عین ما به النهایه و ما به النهایه عین ما به البدایه. هر چی گرد خانه بگردی تصادف نیست، اصطکاک نیست، برخود نیست. بله شرق به غرب بری با هم اصطکاک میکنی، مسیرها توحید شد، لباس توحید شد، زبان توحید شد. این برنامه در هیچ دینی وجود ندارد الا دین اسلام، برنامه وحدت آفرین که هر سال یک بار عملا وحدت مسلمین رو در سطح جهان به نمایش میگذارند. با دستورات دیگر محیط رو امن میکند. انسانها که در امان است، حتی حق حرف ناسزا به هم ندارد. حتی حیوان در امان است، حیوان مکه نباید شکار شود. گیاه در امانه، گیاه مکه نباید کنده شود. درخت در امانه، نباید شاخش بریده شود. حشرات در امانه، نباید مگسی، پشه‌ای، نمیدانم حوام جسدی اذیت شود. نه، اونجا خانه امن الهی است. انسان در امان، حیوان در امان، گیاه در امان، حشرات در امان، همه برادر همان. نزاع اونجا نیست، شقاق اونجا نیست، همه فضا فضای سلم و سلامت است. و یک چنین فضایی 4 میلیون حاجی میره یک شاخه درخت نمیشکنه، 4 میلیون حاجی میره یک فحش و ناسزا به هم دیگر گفته نمیشه. خب چنین برنامه رو هیچ دین دیگر به جز اسلام ندارد. ولذا روی حج ائمه ما تاکید داشتند که حج رو رها نکنی. در عین حال پیوند تاریخی است. ما در سال 2022 مکه مشرف میشیم، ولی به ابراهیم اقتدا میکنیم، به هاجر اقتدا میکنیم، به اسماعیل اقتدا میکنیم. پیوند تاریخی من را با معمار حرم، با بانی حرم حفظ میکنیم. یعنی ابراهیم قرنها بگذرد باز هم ما به تو احترام داریم و کارت را ارج میگذاریم و به آیین تو، به دین حنیف گرویده ایم. به هاجر احترام داریم، به اسماعیل احترام داریم، به سنت قربانی احترام داریم. خب این است که حج عظمت پیدا می کند. ولذا توحید چگونه مجسم شد؟ در قالب نماز جمعه، در قالب نماز جماعت، در قالب حج بیت الله شریف. پس حج رو باید ارج گذاری کرد، باید مهم شمرد. از حج است که دشمنان حراس داره، چون وحدت تمثیل میشه. اما مع الاسف مسلمانان فقط در ایام حج با هم متحدند. همین که از حج برگشت، باز همون آش و همون کاسه، همون تشخصات، همون تفاخرات، همون امتیاز طلبی ها، همون حذف همدیگر، همون فحش و ناسزا، همون قتل و کشتار، که این جای تأسف است. تازه رفتی توحید را عملی ساختی، درس آموختی، اینقدر زود درس توحید را فراموش کردی؟ حج برای نمایش 3 روزه نیست، برای اینه که در طول سال حاجی باشی، در طول قرنها حاجی باشی. آمدی به خانه توحید، همه چیز رو فرو ریختی، دیگر باید موحد باقی بمانی. از توحید رفتن به شرک عین رجعت انسان است. که مع الاسف درسی که از حج باید بگیرن مسلمانان نمیگیرن، چون حج از محتوا توهی شده است. دشمنم از حج ما نمیترسن، میگه خب حج کنین، سال 2 بارم حج کنین، ما حراس نداریم.
سال 10 بارم حج کنین ما حراس نداریم، به خاطر این که میفهمه که فقط در ایام حج اینها متحدن، از حج که فارغ شد دیگه وحدت مشاهده نمیشود. و از این جاست که نه از حج ما میترسه، نه از جمعه ما میترسه، نه از جماعت ما میترسه، به خاطر این که فقط ما یک لحظه هماهنگیم، فقط در حال نماز، دیگه بعد از نماز هماهنگ نیستیم. فقط در روز جمعه با هم هماهنگ هستیم، در غیر جمعه هماهنگ نیستیم. خب حالا تأسفات بماند برای برادر ما حاج سید صادق حسینی. آرزوی حج قبولی میکنیم و عرض میکنیم حجکم مقبول و سعیکم مشکور و ذنبکم مغفور. خدا انشاءالله همه را به این آرزو برساند. وقت شما را نمیگیرم، سفارشی که از ائمه هدا علیهم صلوات الله در رابطه با حج شده کلا سفارشات ویژه است. در عمل هم ائمه ما علیهم صلوات الله کثیر الحج بوده. امام سجاد علیه السلام 22 بار به خانه خدا مشرف شده، سوار حج کرده، پیاده حج کرده. ائمه ما همه اینطوری بوده است. ما هم باید کثیر الحج باشیم. بلی یک عده کسانی هستند که سخنان شیطان را زمزمه می کنن که میدونم پولی ما به جیب وهابیت میره و چی میشه و چی نمیشه و نه، حرفا کجاست؟ روزی که خانه خدا از طواف کننده خالی شود دشمنان خوشحال میشه، روزی که حج رنگ ببازد کفار و مشرکین خوشحال میشه، اما روزی که خانه خدا از طواف کننده موج بزند و مسلمانان هر سال تعدادشون زیاد شود دشمنان ناامید میشه. این فریضه حج، این فریضه الهی هست، اهداف بلندی در این مسئله نهفته است، فلذا اثر فردی دارد، اثر اجتماعی دارد. غیر از اینکه فریضه انجام میشه بسیار برای ساختن انسان مهم است. ابعاد تربیتی حج اصلا بی نظیر است. بخواهیم حساب بکنیم ابعاد تربیتی حج، ابعاد اخلاقی حج، ابعاد روحانی حج، ابعاد معنوی حج اصلا بی حساب و بی کتاب، حتی ابعاد مادیشون. احادیث فرمان داریم که کسی از حج برمیگرده که فقیر نمیشه. پولی که در حج میشه، در حج مصرف میشه، از دیون مقضیه است، خدا او را ادا میکند، تضمین کرده ادای او را. و از طرف دیگر اسراف در همه جا حرام است الا در حج. در حج هر چه پول مصرف میکنه اسراف نیست، لا اسراف فی الحج. در حج هر قدر پول داری، میلیون ها دلار، برو بده به این حاجی، بده به او حاجی، به این کارو بکن، او کارو بکن. در حج هر چه پول خرج کنی اسراف نیست، فلسفه داره اونجا. خب به هر حال این نکتم پیشتان باشد که اسراف در حج نیست، هر قدر بیشتر خرج کنی به همان میزان پیش خدا محبوب تره. مخصوصا وقتی چهره های معروف به حج مشرف می شوند، مردم با اشتیاق شرکت می کنند که مثلا امسال فلان مرجع تقلید به حج مشرف شده است، بریم ما از فیضش بهره مند شویم. اینا عظمت دارن. از فلان شهر امسال فلانی آدم روحانی مطرح حج مشرف میشه، رفقاش مشتاق میشه، کاروان رغبت بیشتر پیدا میکند که چون فلانی امسال حج میره ما هم در کنار او حج کنیم. و از همین جا بود فرزدق شاعر میگه، یک نکته اشاره میکنم و تمام. فرزدق شاعر میگه مادرم آمد گفت پسرم این سال باید مکه مشرف شوم. گفتم مادر پولی ندارم، دستم خالی هست، نمیشه این سال حج مشرف بشی؟ اصرار کرد. بار دوم، بار سوم، زیاد گفت امکان ندارد، باید این سال من حج مشرف شوم. گفتم مادر ندارم که دستم خالی است. خب سال بعد برو، سال بعدش برو. گریه کرد. گفتم مادر دلیل اصرارتون چیه؟ گفت پسرم خبر شدم که امسال حسین مکه تشریف آورده است.
حسین امسال مکابت من میخواهم در رکاب حسین حج کنم. سالی که حسین مکه مشرف شده است میخواهم در طواف با حسین باشم، در عرفات با حسین باشم، در مشعر با حسین باشم، در مینا با حسین باشم. مجبور شدم مادرم را آوردم. نزدیک مکه رسیده بودم. روز هشتم ذیحجه که حاجی سیلاسا کاروان کاروان گروه گروه احرامی ها بر تن لبه گویان طرف مکه میره، از شرق، از غرب، از شمال، از جنوب. دیدم یک کاروان از مکه داره خارج میشه. توجه من را جلب کرد. این برخلاف نرم است، برخلاف استاندرد است. ای کاروان کیه؟ رفتم خود را نزدیکش رساندم، تعجبم بیشتر شد. آب شدم، قطره شدم، دیدم رئیس این کاروان حسین ابن علی است. گفتم آقای من حسین، من فرزده شاعر اهل بیتم، مادرم مرا امسال وادار کرده بیاید به حج تا در رکاب شما حج کند. اون وقت شما پشت به خانه خدا کرده جای دیگر حرکت میکنید. فرمود فرزده این بن امیت قد اخذوا مالی فصبرتو و شتمو ارزی فصبرتو و طلبو دمی فهربتو. بنو امیه مالم رو گرفتن صبر کردم، آبروی و ارزم را خواستن بریزن صبر کنم، اما خواست در خانه خدا خونم را بریزن. به خاطر احترام این خانه حج رو تبدیل به عمره کرده، از خانه خدا خارج می شوم. خود مکه می داند که حسین احترام مکه را نگه داشته. حسین به این حرم احترام قائله، در این حرمی که گیاه در امان است، حیوان در امان است، اما در این روزگار حسین در امان نیست. من نمیخواهم حرمت این خانه بشکنم، نمیخواهم خون حسین در کنار این خانه برود. گفتم آقایم حسین، رفتن شما به صلاح نیست، اون نیست. به هر حال اینم در تاریخ ماند، اینم در تاریخ مان که حج حسین تبدیل به عمره شد. اما عرفا، عرفا تعبیر دیگر میکند. عرفا میگه سال 61 حسین حج عرفانی کرد. حاجی ها یک قربانی با خود برده بود، حسین 72 قربانی با خود برده. حاجی ها در کنار زمزم خود را شستشو می دهد، اما زمزم حسین قتلگاه اوست. حاجی ها با آب زمزم خود را شستشو می دهد، به سر و صورت می پاشد، نوش جان می کند. بعد از طواف حسین قطرات خون حلقش را به محاسن می مالد، قطرات خون قلبش را به صورت می مالد. حج حسین جای دیگر است، کعبه حسین جای دیگر است. حاجی ها بین مروه و سوا